شب همتون به خیر باشه تاریخ تمدن قسمت هفتاد و هشتم فصل هجدهم بهشت خدایان مقدمه دین در هند قدرت و اهمیت فوقالعاده دارد در هیچ کشوری دیگری در, کشوری دیگری وز... با در هیچ کشوری دیگری و نوشته در هیچ کشور دیگری وضع چنین نیست اینکه هندوان بارها به حکومت‌های بیگانه گردن نهاده اند از این لحاظ بوده است که برای آنان فرقی نمی کرده است که چه کسی بیگانه یا خودی بر آنان حکومت یا از آنان بهره می‌کند. می کند مسئله اساسی این بود نه سیاست روح بود نه جسم زندگی های بیپایان بعدی بود نه این زندگی اسفنجی وقتی که آشوگا مسلک پارسایی پیش گرفت و اکبر کما بیش کیش هندو پذیرفت قدرت دین حتی بر این نیرومندترین مردان هم آشکار شد در قرن ما آنکه برای نخستین بار در تاریخ سراسر در تاریخ سراسر هند را متحد کرده است پارسا مردی است نه سیاست مداری پس داره میگه مردم توی هند به دین اهمیت میدند نه به سیاست و تو قرن ما تنها کسی که تونسته دین رو متحد کنه یک مرد پارساست نه یه سیاست مدار تاریخ بعدی آین بودا دویست سال پس از مرگ آشوکا آین بودا در هند به اوج خود رسید دوره رشد آین بودا از آشوکا تا هارشا از چند لحاظ اوج دین آموزش و پرورش و هنرمند بود ولی آینی که رواج میافت آین خود بودا نبود شاید بهتر باشد آن را آین شاگرد سرکش او یعنی سوبادا بدانیم که چون شنید استاد درگذشته به رهروان گفت دوستان بس است غم مخورید مویه مکنید خوب شد که از دست سامانای بزرگ خلاص شدیم و چقدر این شایسته شماست آن شایسته شما نیست رنجمان داده است ولی اکنون هر کاری که دلمان بخواهد میکنیم و هرچه نخواهد نمیکنیم اولین کاری که با این آزادی کردن آن بود که انشاب کرده به چندین فرقه تقسیم شدند در مدت دو قرن پس از مرگ بودا هجده کتاب مکتب گوناگون بودایی میراس استاد را میان خود تقسیم کرده بودند بوداییان جنوب هند و سیلان مدتی که مدتها به عقیده ساده پاک و بی پیرایه منیانگزار چسبیدند هینایانا یا عرابه کوچک خوانده می شدند بودا را چون استادی بزرگ می پرستیدند نه در هیئت خدا و کتاب های مقدسشان منتهای پالی دین کهن بود اما آن آین بودا که در سراسر شمال هند تبت مغولستان چین ژاپن رواجاف ماهایانا یا عربه بزرگ نام داشت که شورای کانیشکا آن را تعریف و تبلیغ کرده بود این متعلهین متعلهین الهام گرفته البته گفته به طور سیاسی بوده این جریان این متعلهین الهام گرفته خدایی بود خدایی بودا را اعلام کردند و پیرامون او را پر از فرشتگان و پارسایان کردند ریازت یوگا پاتانجالی را پذیرفتند و یک سلسله کتاب مقدس نو به زبان سانسکریت تهیه کردند و اگرچه این آین با آمادگی به ظرافه مابد و طبیعی و مدرسی تندر داد دین مردمی تر و مقبول تر از بدبینی سخت شاکیامونی را اعلام کرد و پذیرفت مهایانا آن آین بودا را که با خدایان و اعمال و اسطوره های برهمنی نرم و تعدیل شده و با نیازهای تاتارهای کوشان و مغولهای تبت که کانیشکا فرمانروایی خود را بر آنان گسترده داد سازگار شده بود در این آین بهشتی به را مجسم می کردند که در آن بوداییان فراوان بودند که مردم یکی از آنان یعنی آمیدا بودای رهاننده را بیش از همه دوست می داشتن. این بهشت و دوزخ پاداش یا جزای کردارهای نیک و بدی بود که هندوها روی زمین به آن دست میازیدند. لاجرم دیگر نیازی به این نبود که نیروی انتظامی به مراقبت از اعمال و رفتار آنان بپردازد و خطاکاران را تعقیب کنند در نتیجه سپاهیان برای خدمت دیگری آزاد شدن میگه وقتی مردم اعتقاد داشته باشن که تو اون دنیا اگه کار خوب انجام بدی نتیجه خوب میگیری و این اعتقاد داشته باشن اصلا دیگه پلیس نمیخواد همه کار خوب میکنن چون میترسند در این الهیات نوین بزرگترین پارسیان بودیساتواها یا بوداهای آینده بودند که به اختیار خود به اختیار خود از رسیدن به نیروانا که در اینجا به معنای آزادی از دوباره زاده شدن است خودداری می کردند تا در زندگی های پیاپی زاییده شوند و دیگران را روی زمین یاری کنند تا راه, یا... تا راه, را بیابند حالان که نیل به نیروانا هم شایسته آنان بود و هم در قدرتشون متوجه شدید که اینا قرار یه کاری کنن که دیگه نیان تو این دنیا حالا اینا با این که میتونستن دیگه نیان تو این دنیا نه میومدن واسه راهنمایی بقیه به خاطر بقیه دوباره میمدن تو این دنیا ولی خب میتونستن هم نیان این پارسایان مثل قدیسان مسیحیت سواحل مدیترانه در میان توده چنان مردم پسند و نامور شدند که تقریبا در پرستش و هنر بزرگ خورده تحت شعا قرار دادند در آین بودا مثل مسیحیت قرون وسطا گرامی داشتن یادگارها به کار بردن آب مقدس روشن کردن شم سوزاندن بخور صبحگرایی رداهای روحانی زبان مرده نماز و دعا راهب و راهبه تراشیدن سر در سومه تجرد اعتراف ایام سیام تقدیس قدیسان برزخ و دعا برای آمرزش مردگان رواج یافت همین الان خیلیش هست و گوله و گویا نخست هم این چیزها در آین بودا پیدا شده بود ماهایانا در برابر هینایانا یا آین بودای اولیه به مسابه آین کاتولیک است که در برابر آین رواقی و مسیحیت آغازین اشتباه بودا هم مانند لوتر در, در این فرض بوده است که موعظه و اخلاق می تواند جای شعایر دینی را بگیرد و پیروزی آن آین بودایی که از نظر استوره معجزه تشریفات و پارسایان منجی غنی شده بود متناظر است با پیروزی باستانی آن آین کاتولیک نمایشی پرزرق و برق بر سادگی ریاضت پیشه مسیحیت اولیه و آین جدید پروتستان میگه این مسیحی که یه مقدار تغییرش کردن واسه اینکه مردم قبولش کنن این هم همینطور این هم یه مقدار دستی به سر گوشش کشیدند یه ذره شدنی تر و پرزرق و بخترش کردن برای اینکه جاذبهش بیشتر باشه همان پذیرش عمومی چند خدایی و معجزات و اسطوره ها که آین بودایی بودا را از میان برد سرانجام آین بودای ماهایانا را هم در نابود کرد خب این یکی هم دوام نی زیرا چون با فرزانگی گذشته نگر مورخ حرف بزنیم اگر آین بودا آنقدر از آین های هندو از افسانه ها آینها و خدایان خدایان آن در خود میپذیرفت دیری نمیگذشت که دیگر چیزی نمی ماند که از رهگذر آن این دو دین از یکدیگر باز بشناسند و آنکه ریشه های عمیق تر جاذبه مردمی تر و منابع اقتصادی قنیتری داشت و از نظر سیاسی هم حمایت میشد کم کم آن دیگری را جذب خود می کرد خرافات که گویی همان خون حیات بخش نژاد ماست این تیکش رو دوباره می خونم. خرافات که گویا همان خون حیات بخش نژاد ماست به سرعت از دین پیرتر به دین جوانتر ریخت تا آنجا که حتی شوق و فالیسم فرقه های شاکتی در مراسم آینی آین بودا جای پیدا کرد برهمنان صبور مصر آرام آرام نفوذ و حمایت شاهان را دوباره به چنگ آوردن و توفیقش شانکارا فیلسوف جوان در احیای اقتدار وداها همچون بنیاد اندیشه هندو به رهبری معنوی بوداییان در هند پایان داد ضربه آخری هم از خارج نباخته شد و به یک معنا خود آین بودا آن را فرا خانده بود ضربه آینه آخر را میگه خود آین بودا به خود زد یعنی اعتبار سانگا یا انجمن رهروان بودایی پس از آشوکا بهترین خون ماگادا را به یک رهبانیت آرام و تجرد پیشه کشیده بود حتی در زمان بودا برخی از وطن پرستان شکایت کرده بودند که گا رهرو پدران را وامی دارد که فرزند تولید نکنند و خانواده ها را به مزمحل شدن برمیانگیزد. رشد آین بودا و درنشینی در اولین سالهای اصر ما یعنی اصر مسیحی این مال صد سال پیشه رفته رفته مردان مسیحی را سست کرد و با تفرقه سیاسی ای ترتیب داد که در, که در, هند،, که در هند به روی هر کشور به آسانی باز شود پس این چیزی که اینجا گفت چیز عجیبی نیست بدونید کسی از بیرون خونه نمیتونه به راحتی بیاد توی خونه رو خراب کنه توی خونه رو که توی نابود میکنه یعنی هر کسی از درون خودش ضربه میخوره از بیرون میخوره ولی از درون منفجر میشه و از بین میره وقتی که اعراب با این پیمان آمدند که توحیدی ساده و پرهیزکارانه و بی به لذت و رنج را اشاعه دهند در رهروان تناسان و رشوهخوار کرامت فروش بودایی به چشم تحقیر نگریستند دیرها را با خاک یکسان کردند هزاران رهرو را کشتند و درنشینی را در نظر مردم محتاط از اعتبار انداختند بقیه هم دوباره جذب آین هندویی شدند که خود, آن... که خود آنها را پدید آورده بود درست پنداری کوهن این ارتداد نادم را پذیرفت و آین برحمنی آین بودا را در آغوش پدرانش به قدر رسانید دیگه وقتی که میگه مسلمان ها اومدن و بودا چون دین بودایی اونجا خیلی طرفدار داشت اونو نابود کردن و خوردش کردن اینا هم برگشتن به آین قبلیشون و آین قبلی هم دقیقا آین بودا رو کامل تو خودش از بین برد آین برهمنی همیشه شکیبا بوده است در تمام تاریخ پیدایش و برچیده شدن آین بودا و یکصد فرقه دیگر به جدال های بسیار برمیخوریم حتی اتا... اما حتی یکی نمونه هم از زجر و آزار نمیبینیم برعکس آین برحمنی بودا برعکس آین برحمنی آین برحمنی بودا را خدا خواند درصد که بودا اصلا حرفی از خدا نزده بود بعد که خودش رفت همه یه سری مدام گفتم بودا خداست به شکل آواتار ویشنو و بازگشت اسرافکاران را آسان کرد به قربانی حیوانات پایان داد و تعلیم بودایی را درباره مقدس بودن هر گونه حیات حیوانی در اعمال مؤمنانه هندو پذیرفت بدین ترتیب آین بودا به آرامی و قرین با صلح پس از هزار سال زوال تدریجی از هند رخت بست فرگوسن میگوید بوداییان در ابداع و به کار بردن تمام مراسم و اشکالی که در آین بودا و مسیحیت مشترک است پنج قرن از کلیسای روم پیش بودند ادمونز در, جزی... در, تجزیه و تحلیل های خود آشکارا برابری و تطابق حیاتاور بشارتها یا انجیل های بودایی و مسیحی را مشروحا نشان داده است اما دانش ما درباره سراغاز های این رسوم و اعتقادات مبهمتر از آن است که بتواند سریحا نتایج مثبتی را در زمینه تقدم یکی از این دو ارائه دهد دیدید خیلی چیزا بین خیلی ها مشترکه بعد حالا دعوا سر اینه که نه اینو اول من گفتم میگه نه اینو من اول گفتم اصلا که آقا وقتی مشترکه از اون چیزایی که مشترکه با هم استفاده کنی نه تازه از اون چیزی که مشترکه دعوا درست کنی سگ کی اول بوده مثلا اینکه اینو هممون من قبول داریم خاطر که دعوای نباید باشه تا بوده این هست هنوزم هست با نیروی آسمانی در تمدن دره سنت شاکتی را در هیئت الهه هی مادر میپرست و ظاهرا این مفهوم و این الهه از آن تمدن به آین هندو راه یافته و در آن تحول پیدا کرده است و سپس با شیوا یکی از دو جنبه متفاوت بودن یا مطلق هستی شده است شیوا جنبه ایستا و غیر شخصی این بودن است و شاکتی جنبه پویا و شخصی آن در این هنگام آین بودا جز هند کمابیش بر تمام جهان آسیا پیروزی میافت اندیشه ها و ادبیات و هنر بودایی به سیلان و شبه جزیره مالایا در جنوب به تبت و ترکستان در شمال به برمه، سیام یا تایلند، کامبوج، چین، کره، ژاپن در خاور گسترش یافت. به این طریق یعنی شمال و جنوب و اون طرف, طرف ما نایمده اون طرف ها رفته بیشتر حالا این طرف هم شاید باشه ولی خیلی کم رنگه به این طریق تمام این مناطق جز خاور دور دقیقا به اندازه ظرفیت و توانایی خود از آین بودا خوش چینی کردند و این دقیقا نظیر استفاده ای است که اروپای باختری و روسیه در قرون وسطا از راهبران رومی و بیزانسی بردند آین بودا انگیزه اوج فرهنگی بیشتر این کشورها بود از زمان آشوکا تا زوال این آین در قرن نهم آنورات هاپورا در سیلان یکی از شهرهای مهم جهان شهر بود مدت دو هزار سال درخت بودی را در آنجا پرستیدند معبدی که بر مرتفعات کندی بنا شده است یکی از کعبه های 150 میلیون بودایی بوده است آین بودا در برمه احتمالا منزه ترین شکل موجود این آین است و رهروانش اغلب به آرمان بودا نزدیک می شوند تحت خدمات آنهاست که سطح زندگی 13 میلیون ساکنان برمه به طور قابل توجهی بالاتر از هند است سون هدین آورلستاین و پلویت صدها دست نوشته بودایی و نیز مدرک دیگری را درباره فرهنگی که از زمان کانیشکا تا قرن سیزدهم میلادی شکوفان بوده است از زیر شنهای ترکستان بیرون آوردند در قرن هفتم میلادی سرانگ سان کامپو جنگاور آگاه و بیدار تبتی حکومت توانمندی در تبت بنیان نهاد نپال را زمیمه خاک خود کرد لحاسا را ساخت تختگاهش کرد که یادتونه حالا مثل پای تخت ما میمونه و چون این شهر بر سر راه بازرگانی چین و هند مود به زودی ثروتمند شد او رهروان بودایی را از هند به تبت دعوت کرد و آین بودا و تعلیم و تربیت را در میان مردمش گسترش داد و خود مدت چهار سال از حکومت کناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد و بدین ترتیب اصر طلایی تبت آغاز شد هزاران دیر در کوهها و در فلات بزرگ ساختند و مجموعه پرحجمی از کتابهای بودایی در سیصد و, سی و سی جلد به تبتی چاپ شد و آثار بسیاری را برای دانش جدید حفظ کرده که امروز اصل هندی آنها از میان رفته است آین بودا در این سرزمین که همچون گوش نشینی از سایر نقاط جهان بریده است که همچون گوشه نشینی از سایر نقاط جهان بریده است در پیچ و خم خرافات دینشینی و روحانیت و روحانیت معابی گرفتار شد از این نظر فقط آغاز قرون وسطای اروپا میتواند با آن به رقابت برخیزد مردم مهربان تبت هنوز عقیده دارند که دالایلاما یا روحانی در بردارنده همه که در دیر بزرگ پوتالا مشرف به شهر لاسا از نظرها پنهان است تجسم زنده بودیساتوا آوالو است آین بودا در کامبوج یا هندوچین با آین هندو تلفیق شد تا برای یکی از غنیترین اعثار تاریخ هنر شرق یک چارچوب دینی بسازد آین بودا مثل مسیحیت بزرگترین کشورگشایی هایش را در بیرون از زادگاه خود کرد و بی آنکه قطر خونی بریزد به این پیروزی ها دست یافت یعنی هیچ آینی مثل آین بودا انقدر نتونست بدون خونریزی بدون خونریزی انقدر گسترش پیدا کنه و نه فقط اون خود هندم همینطوره خود هندم کشوریه که حالا بعدا خواهیم خوند اکثر خون ریزیاش از خارج بهش تحمیل شده حمله کردن بهش داخل با اینکه این همه متفاوتن با هم خونریزی به شدت کم بوده نسبت به جاهای دیگه در این معبد دندان نیش مشهور بودا هست که پنج سانتیمتر طول و دو سانتیمتر و نیم قد دارد آن را در درج گوهراجینی قرار داده و به دقت از آن نگهبانی می کنند هر چند وقت یک بار آن را به مراسم مقدسی می برند و همین کار بودایان را از هر گوشه و کنار شرق و آنجا می کشانند بر سکوهای دیوارهای معبد بودای بر سکوهای دیوارهای معبد بودای آرام را چنان نشان می دهد که دارد گناهکاران را در دوزخ می کشند. زندگانی مردان بزرگی به یادمان زندگانی مردان مردان بزرگی به یادمان میآورند که آنان پس از مرگشان چگونه به صورت درماندگی به صورت درماندگی تغییر ماهیت بدن میگه آدمای خیلی بزرگی بودند، ولی بعد از مرگشون بسیار درمونده میشن واسه اینکه تغییر ماهیتشون میدن دیگران از اونها آدم دیگری میسازند در صورتی که طرف اصلا همچین آدمی نبوده خدایان نو آین هندو که جای آین بودا را گرفته بود خب پس آین بودا را توضیح داد که بعد از حالا یه مدتی دیگه چه اتفاق واسه افتاد که استارش هم گفت با مسلمان ها بود وقتی حمله کردند دیگه باعث شد که این اتفاقات بیفته نه فقط یک دین بود و نه دین تنها بود بلکه آمیزه از ایمانها و هایی بود که پیروانش چهار صفت مشترک داشتند نظام طبقاتی و رهبری براهمه را به رسمیت می شناختند گاو را خصوصا در مقام آیت الوهیت حرمت می نهادند خواستم یه چیزی بگم نمیگم قانون خودتون متوجه میشید از این دوتا قانون قانون کارما و تناسخ و حلول ارواح را قبول داشتند و به جای خدایان ودایی خدایی نوعی را در کار آوردند و از این لحاظ بعضی از این ایمان ها پیش از طبیعت پرستی ودایی وجود داشت و پس از آن هم باقی ماند و از لحاظ دیگر اینها از بیعتنائی برهمنان به آینها و خدایان و اعتقاداتی رشد کرده بود که در کتاب های مقدس, ناش... در کتاب های مقدس ناشناخته و تا حد زیادی مخالف روح ودایی بود حتی هنگامی که آین بودا دوره برتری عقلی گذرایی داشت باز اینها از منبع اندیشه دینی هندو مایه می ویژگی خدایان آین هندو نوعی نمایش تشریحی و مبالغ آمیز اعضای بدن بود که به طور مبهم و مرموزی دانش و کوشش و یا قدرت فوقالعاده را مجسم می کردن. مثلا به رحمای جدید چهار سر و صورت داشت و کارتیکا شش تا شیواسه شش داشت و ایندرا هزار و کما بیش هر خدای چهار دست داشت دیگه چهار دست به بالا به رحما در این مجموعه تجدید نظر شده خدایان بزرگ همه بود محترم خونسا و سرور مسلم خدایان بود ولی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و مسابه یک شاه مشروط در اروپای جدید بود ویشنو برهما و شیوا یک سگانگی هندویی را تشکیل میدادند ویشنو خدای عشق بود که بارها به هیئت انسانی در آمده بود تا به انسانها یاری کند بزرگترین تجلی او کریشنا بود چون در زندان متولد شده بود کرامات و کارهای قریب و شگفت از خود ظاهر ساخت کران و کوران را شفا بخشید دستگیر مبروسان و بینوایان بود و مردگان را از گور برمیانگیخت شاگرد محبوبی به نام آرجونا داشت که پیش او به شکل عرابرانی تجسم یافت برخی میگویند که از زخم تیری کشته شد اما برخی دیگر میگویند که بر درختی مصلوب شد به دوزخ افتاد و پس از آنکه به بهشت برآمد و در روز داوری باز خواهد آمد تا در کار زندگان و مردگان داوری کند در نظر هندوان سه فرایند مهم در زندگی و جهان هست یعنی آفرینش و نگهداری و ویرانی از این رو الوهیت در نظر آنان سه شکل اصلی دارد یکی برهمای آفریننده است دیگری ویشنوی نگهدارنده و سه دیگر شیوای ویرانگر اینها سگانگی تریمورتی یا سه که همه هندوان مگر جین ها آنها را میپرستند آنچه بیشتر قبول عامه دارد دو آین است یکی آین ویشنو و دیگری آین شیوا این دو آین همسایگانی سلجو هستند و گاهی قربانی های خود را در یک معبد برگزار میکنند دمشون گفت ولی دیدیم بعضی آینا خیلی به هم نزدیکن ولی عین خروج جنگی همش دارن با هم ولی این, این دوتا نه با هم دوست بودن خدا رو شد و برهمنان فرزانه که اکثریت مردم پیرو آنان هستند به این هر دو خدا یکسان احترام میگذارند ویشنو پرستان مؤمن هر صبح با گل سرخی نشانه ی نیزه سشاخه ویشنو را بر پیشانی خود نقش می کنند و شیوا پرستان مؤمن با خاکستر تپاله گاو بر بالای ابروانشان خطوط افقی می یا لینگا می بندند و آن شکل آلت رجولیت است و یا بر بازو می یا به گردن می پرستش شیوا یکی از عناصر بسیار کهن و ژرف و هراسانگیز آینهای هندو سر جان مارشال از مدرک مسلم آین شیوا در مهنج و دارو گزارش می دهد. که نیمی به شکل شیوای سسر و نیمی مانند نیمونه های جدیدشان به شکل ستون های سنگی کوچک است که او آنها را آلت رجولیت می داند و چنین نتیجه می گیرد که پس شیوا پرستی کهنترین ایمان زنده جهان است نام این خدا نوعی حسن تعبیر در خود دارد شیوا در لغت به معنای خجسته و فرقنده است حال که شیوا را اساسا خدای ستم و ویرانی می دانند و تجسم آن نیروی کیهانی است که تمام اشکالی را که واقعیت به خود می گیرد همه سلول ها، همه ارگانیسم ها، همه انواع، همه اندیشه ها همه ی کارها همه سیاره ها همه اشیا را یک ها یک نابود میکنند تا کنون هیچ ملتی جرأت نکرده است که با ناپایندگی شکل ها و بیقرزی طبیعت تا این حد با سراحت روبرو شود یا اینطور آشکارا دریابد که بدی توازن نیکی است ویرانی همپای آفرینش گام میزند هر تولدی جنایت بزرگی است که با مرگ کیفر میبیند این آخری رو بخونم میگه هر تولدی جنایت بزرگی است که با مرگ کیفر میبیند هندو که از هزار سیه روزی و رنج در عذاب است در آنها دستکار نیروی سرزنده ای را میبیند که پدیدار میشود تا در فروش کستن هر آنچه به رحمان یعنی نیروی آفریننده طبیعت پدید آورده شادی بجوید شیوا به آهنگ پدید آمدن از میان رفتن و باز پدید آمدن جاودانه جهان میرخصد همان گونه که مرگ کیفر تولد است همان گونه که مرگ کیفر تولد است تولد هم ناکامی مرگ است و همان خدایی که رمز ویرانی است همو در اندیشه هندو نمایشگر آن شهوت و تنداب تولید مثل است که با استمرار نسل مرگ فرد را جبران می کند در برقی از بخش های هندو خصوصا در بنگال این نیروی آفریننده و تولید کننده شاکتی یا شیوا یا طبیعت را به عنوان کالی یا پارواتی یا اوما یا دورگا همسر شیوا نشان میدهند و در یکی از آینهای متعدد شاکتی او را میپرستند تا قرن پیش این پرستش عبارت از مراسم خونینی بود که اغلب شامل قربانی انسان هم میشد تازگی این الهه به قربانی بز اکتفا کرده است خدا خیرش بده این خدا را در انظار در هیئتی سیاه تصور می کنند که با دهانی گشاده و زبانی درآمده و آراسته به ماران بر جسدی می رخصد گوشواره هایش مردگان و گردنبندش رشته ای از جمجمه و چهره و پستانهایش خونالود است در دو دست از چهار دستش شمشیری و سری بریده دارد دیدید که خدایانشون حتما یه چیز عجیبی داشت چند تا چش داشت چند تا دست داشت حالا چهار تا دست داره تو دو تا شمشیر و و سر بریده داره دو دست دیگرش را برای برکت و حمایت گشوده است زیرا کالیپاروتی هم الهه مادری و هم عروس ویرانی و مرگ است هم می تواند مهربان و هم ستمگر باشد هم می تواند بخندد و هم بکشد شاید روزگاری در سومر الهه مادری بود و پیش از اینکه این همه خوفانگیز شود او را به هند آوردند بیشک او و سروش را از آن رو تا این حد ساخته ساختهاند که پرستندگان ترسو را بترسانند و به رفتار شایسته برانگیزند شاید هم میخواهند به روحانیان دست و دلبازی نشان دهند اینان خدایان بزرگ آین هندو هستند لاکن تنها پنج خدا از سی میلیون خدای مجموعه خدایان هندو می باشند. سی میلیون خدا دارند همانا فهرست نام این خدایان فقط صد مجلد خواهد بود برخی از آنها بیش از آنچه خدا به شما روند فرشتند برخی را باید اهریمن خواند جمعی اجرام سماوی هستند مانند خورشید گروهی بهروزی میآورند مثل لاشمی. الهه بهروزی بسیاری از آنان چارپایان کشزار و مرغان هوایند در ذهن هندو میان جانور و انسان چه کافی نبود هم حیوان و هم انسان هر دو روان داشتند یعنی روح دیگه و روان ها هم همواره از انسان ها در جانوران و نیز از جانوران در انسان ها حلول می کنند چون اینا به تناسخ اعتقاد دارند دیگه یعنی روح میتونه از انسان به انسان انسان به حیوان حیوان به انسان هم میتونه جابجاش همه انواع در این بافته بیپایان کارما و تناسخ به هم بافته شده بودند مثلا فیل خدای گانیشکا شد و او را پسر شیوا دانستند او تجسم طبیعت حیوانی انسان است و در عین حال هم مجسمش افسون دفع بخت بد است مار و میمون خوفانگیز بودند و هم از این رو خدا به شمار می آمدند مار کبرا یا ناگا که نیشش موجب مرگ آنی می شود از حرمت خاصی برخوردار بود هر سال مردم بسیاری از بخشهای هند یک جشن دینی به احترام مار ترتیب می دهند و دم سوراخ ماران کبرا رفته برایشان شیر و مز پیشکش می برند. برای حرمت ماران برای حرمت ماران معابد ساختند مثلا در میسور خاوری بیشماری از خزندگان در این بناها جایی دارند و روحانیان به آنان قضا میدهند و از آنان نگاهداری می کنند، سوسمار، ببر، تاووز، توتی و حتی موش را هم میپرستند و مورد تجل قرار میدهند برای هندو گاو مقدسترین جانوران است یه تیکه بگم بعد برم بعدی این حیوان ها باور کنید وقتی خدا بدونیشون کم, تا... کم زررتر از انسانی هستن که خدا میدونیش چون انسانه رو وقتی خدا دونستی دیگه سوارت میشه دیگه میخواد تف پشتشو ببنده اون حیوان کاری نداره دروغ هم بهت نمیده نمیگه بعضی از ما یک انسان رو خدا میکنیم پس اینا رو زیر سوال نبریم شاید اگر ما هم الان سوس ما میپرستیدیم از اون از این بهتر بود به جای اینکه یک انسان رو بپرستیم که سوارمون شه برای هندو چون میگم گاو نمیاد سوار آدم شرکست به آدم دروغ نمیگه برای هندو گاو مقدس ترین جانور است برای بعضی ها و برای بعضی گاوا آدم مقدس ترین آدمه مجسمه های گاو از هر ماده به هر اندازه در معابد و خانه ها و میدان های شهر دیده می شود. خود گاو در هند محبوب ترین موجود و در خیابان ها از آزادی کامل برخوردار است تپاله اش را به شکل سوخت یا مرهم مرهم متبرک به کار میبرند پیشابش نوشابه متبرکی است که از هر ناپاکی درونی یا بیرونی را میشوید هندوان در هیچ شرایط این حیوان را نمیخورند و از پوستش پوشاک چون کلاه یا دستکش یا کفش دوزند چون گاوی بمیرد باید آن را با شکوه و مراسم مذهبی به خاک بسپارند شاید روزگاری سیاستمدار فرزانه ای فرمان به تحریم این کار داده بود تا این حیوان بارکش کشاورزی را برای جمعیت روزافزون هند حفظ کند امروزه تعداد گاو تقریبا یک چهارم جمعیت هند میرسند نظر هندو آن است که چون دیگر محبت عمیق به گاو و نفرت عمیق از اندیشه خوردن او احساس نامعقولی نیست پس داشتن چنین احساسهایی درباره موش و سگ خانگی هم معقول است به رحمنان عقیده داشتند که گاو را هرگز نباید کشت هرگز نباید به حشرات گزندی رساند اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند مثل بعضی ها که یه نفر رو اونور دنیا واسهش سینه میزنند بعد هم کنار خودمون بعد آدم میکشند اینا حالا سوسک نمیکشتن بعد زنه رو زنده زنده مینداختن تو آتیش حقیقت این است که حیوان پرستی در تاریخ هر قومی هست بله ما هم حیوان پرستیم باور کنید و اگر میباید به جانوری جنبه الوهیت داد شاید گاو مهربان و آرام برای مهر پرستش سزاوارتر از سایر جانوران باشد عجب درسی داد این تیکه رو گوش بدید این تیکه بنویسید بزنید سردر خونهاتون همه ببینن خواهش میکنم اینو بنویسید به همه بگید اگر میباید به جانوری جنبه یه داد یعنی اگر قرار یه جانور رو به عنوان خدا تعیین کنیم اگر میباید به جانوری جنبه یه داد شاید گاو مهربان و آرام برای مهر و پرستش سزاوارتر از سایر جانوران باشد قطعا درسته این حرف گاو مهربان و آرام سزاوارتر از بقیه جانورانه برای پرستش مخصوصا از انسان که ما انسان رو بخوایم بپرستیم ما قریبان نباید از نداشتن چنین اوضاعی به خود ببالیم هرگز نمیبالیم ما بدتر از اینیم و از نمایش جانور خدایان هندو متعجب شویم اصلا متعجب نمیشیم خودمون داریم میبینیم که بدتر از گاوا داریم میپرستیم چه ما هم شیطان مارشکل بهشت عدن و گوساله طلای عهد ماهی مقدس دخمه و برای رحیم خداوند خودمان را داشتیم همه داریم اصلا نمیتونی جایی پیدا کنی که نباشه گوساله طلایی یا گوساله سامری بوتیست است که بنی اسرائیل چند بار برای پرستش ساختن ماهی مقدس دخمه احتمالا اشاره ای است به عیسی مسیح که او را بر نقاشی دخمه لوسینا عواست قرن دوم میلادی به شکل ماهی با, زنبیل، با زنبیلی دارای قرسنان نشان میدهد که به معجزه هفت قرسنان و ماهیان کوچک انجیل متا هم اشاره میکنند بره خداوند هم لقب عیسی مسیح است راز ترک عجز و ناتوانی ذهنهای ساده در تفکر امور غیر عینی است نگوش بدیم راز ترک عجز و ناتوانی ذهنهای ساده در تفکر امور غیر عینی است این از خانه ساده یعنی این آدم های ساده عینیات را راحت تر از نیروهای اد... نیروها ادراک می کنند و اراده ها را آسان تر از قوانین میفهمند هندو در این تردید دارد که حواس آدمی بتواند غیر از ظواهر و اعراض پدیده ها چیزی در کند و معتقد است که در ورای این پدیده ها موجودات بیشمار مافوق طبیعی وجود دارد که بنا به گفته کانت ما فقط میتوانیم آنها را به تصور درآوریم اما هرگز نمی توانیم آنها را درک کنیم به رحمنان نوعی تساهل فلسفی داشتند که خود را به گروه بیشمار خدایان هندو افسوده است بدین طریق که معمولا خدایان محلی یا قبیله را به صورت جلوه های خدایان مورد قبول تبیر می کردند و بدین ترتیب آنها را به والهای هندو می پذیرفتند. در هند هر مذهبی چنانچه دین خود را می پرداخت اعتبارنامه می گرفت. سرانجام کمابیش هر خدایی جلوه و صفت یا تجسم خدای دیگری شد تا آنجا که همه این خدایان در اصحان هندو با هم آمیختند شرک نخست به صورت همه خدایی مبدل به وحدت یا یکتا پرستی شد همانگونه که ممکن است هر مسیحی با اعتقادی در برابر تمثال مریم از یا یکی از هزاران قدیس نیایش کند و همچنان یکتا پرست باشد یعنی که یک خدا را متعال بداند هندو نیست همون گونه به کالی یا راما یا کریشنا یا گینیشا نماز میبرد بی آنکه یک لحظه ام بر این فرض باشد که اینها خدایان برتر میباشند بالاخره تو هر دینی خدا هست یک سری هم دوست داریم عزیزند میگه حالا ممکنه به بعضی ها نماز بخونن یا حالا سناشون رو بگن ولی معنی نیست که این خداست گروهی از هندوان ویشنو را برترین خدا می دانند و شیوا را فقط خدای تابع او می خوانند. جمعی شیوا را برترین خدا و ویشنو را فرشته می دانند. اگر برهما را فقط اندک کسانی می پرستند برای این است که او غیر عینی و ناملموس و دوردست است و نیز معلول همان علتی است که اگرچه بیشتر کلیساها را در عالم مسیحیت به افتخار مریم ازرا یا قدیسی ساخته بودند مسیحیت چشم به راه بولتر بود چون قطع شد لایف یه لحظه اینجا شد دوباره میخونم نیز معلول همان علتی است که اگرچه بیشتر کلیساها را در عالم مسیحیت به افتخار مریم اذرا یا قدیسی ساخته بودند مسیحیت چشم راه ولتر بود که نماز خانه برای خدا ولتر 1694 تا 1778 نویسنده و فیلسوف فرانسوی که به حوری اندیشه آزاد مشهور است که به وقت حواری که به حواری اندیشه آزاد مشهور است به خداوند اعتقاد داشت و خود را خداشناس می دانست. اما مشیت الهی معجزه وحی آسمانی و نیز رسالت عیسی مسیح و به طور کلی مسیحیت را باور نداشت یه بار دیگه می خونم که با اندیشهش آشنا بشید کسی بوده که به خدا اعتقاد داشته خدا رو کاملا اعتقاد داشته خودش هم خداشناس می سخته. اما به مشیت الهی به معجزه به وحی آسمانی به رسالت عیسی مسیح خب وقتی میگه به رسالت عیسی مسیح یعنی به پیغمبر در اصل و به طور کلی به دین مسیحیت نوشته مسیحیت یا به طور کلی به دین باور نداشت فقط خدا رو قبول داره و کتب مقدس را ریشخند میکرد کتب بله دیگه چون تمام کتب مقدس داشته ریشخند میکرد اعتقاد اون نوعی دین طبیعی بود عبادت را خدمت خلق پس عبادتش خدمت به خلق بوده تعصب را خطرناکترین شر و قشریت مذهب کاتولیک رومی را بدترین دشمن دانست یه بار دیگه میخونم این دیگه عبادت را خدمت خلق تعصب را خطرناکترین شر و قشریت مذهب حالا هر قشریتی اینجا کاتولیک رومی رو گفته ولی کلا قشریت مذهب را بدترین دشمن دانست دلم میخواد این تیکه آخره یه بار دیگه بخونم از بس که جالب بود به خداوند اعتقاد داشت و خود را خداشناس می دانست. اما مشیت الهی، معجزه، وحی آسمانی و نیز رسالت عیسی مسیح و به طور کلی مسیحیت را باور نداشت و کتب مقدس را ریشخند می کرد اعتقاد او نوعی دین طبیعی بود عبادت را خدمت خلق و تعصب را خطرناکترین شر و قشریت مذهب کاتولیک رومی را بدترین دشمن می دانست. فردا شب اعتقادات شب همتون